بسیاری از شما بینندگان عزیز با مسابقه ویدیوی دموکراسی آشنا هستید و این رقابت سالانه رو دنبال میکنید. جریان از این قراره که وزارت خارجه آمریکا با همکاری چند گروه و سازمان دیگه از شرکت کنندگان میخوان تا با ساخت یک ویدیوی کوتاه دموکراسی رو تعریف کنن و برداشت خود از این مفهوم جهانی رو با بینندگان در میون بگذارن. هر سال یک هیئت داوران ویژه با گزینش تعدادی از آثار ارسالی از میان صدها ویدیویی که برای شرکت در مسابقه فرستاده میشه از مردم میخوان تا برندگان نهایی رو انتخاب کنن. حرفتان را بزن. کراس رم کم کی تیان کا. نوسیکاله. اکسپریمی بو. دکلو. چین یونگ یو فا یه. نیمال پیشوی ده. سپیک اوت. اما پس از تعیین برندگانی که از مناطق مختلف جهان برگزیده شدن، جوایز ارزنده هم به اونها تعلق میگیره. سفر به آمریکا و دیدار از شهرهای واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس و یا ملاقات با چهره‌های هنری، شخصیت‌های سیاسی و مدافعین دموکراسی بخشی از این برنامه است. امسال دومین دوره مسابقه برگزار میشه و بار دیگه به مرحله نهایی رسیدیم. یعنی زمانی که شما بیننده عزیز میتونید با رأی خود برندگان رو انتخاب کنید. امشب با خانم لوری برتون، هماهنگ کننده ارشد اداره برنامه‌های اطلاعات بین‌المللی وزارت خارجه آمریکا یا IIP هستیم تا درباره ویژگی‌های این رقابت صحبت کنیم. خانم برتون، به شما سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه. خوشحالم که با ما فرصت گفتگو رو دارید. Thank you so much for having me. خیلی ممنون که از من دعوت کردید. باعث خوشنودی است که باز اینجا هستم با شما و با مخاطبانتون تا در مورد چالش بر سر دموکراسی در این مسابقه‌ای که داریم صحبت کنیم. خب اگه موافق باشید درباره این رقابت برامون توضیح بدید. اصلا چگونه شکل گرفت؟ چرا به وجود اومد؟ It was formed 2 years ago. دو سال پیش شکل گرفت و انگیزه ایجاد اون به وجود آوردن نوعی مکالمه جهانی بود که از سراسر جهان مردم بتوانند این فرصت رو داشته باشند که در مکالمه آنلاین شرکت بکنند درباره دموکراسی. و کسان دیگری که در واقع شرکای یا همکاران ما هستند NBC یونیورسال و چندین دانشگاه و مدرسه فیلم هستند و همینطور چند بنیاد گوناگون مدافع و فعال در زمینه دموکراسی و وزارت خارجه آمریکا و آنچه که ما خواهان اون هستیم. ما در واقع می‌خواهیم از شرکت کنندگان این هست که جمله دموکراسی رو کامل کنند، در واقع دموکراسی چیست، این رو در پاسخ بهش فیلمشون رو بسازند و هیئت داوران خود وزارت خارجه آمریکا رو شامل نمیشه و ما از روش‌های گوناگون فناوری و شبکه‌های گوناگون چون توییتر، یوتیوب، فیسبوک و غیره استفاده کردیم. بیش از 3.5 میلیون نفر سال گذشته شرکت کردند و ما هم وارد عرصه فیلم شدیم و در اون زمینه صحبت کردیم و هم از دموکراسی گفتیم در این رقابت. شما از شرکت کنندگان در این مسابقه میخواین که دموکراسی رو تعریف کنن، به عبارت فیلمی در اون باره بسازن. چرا دموکراسی؟ چرا این واژه و ترم و مفهوم رو انتخاب کردید؟ بگذارید گامی به عقب بردارم. اول پرزیدنت اوباما گفته است که
برای ما بسیار اهمیت دارد که با مردم جای جای جهان تعامل کنیم و خانم کلینتون هم گفته است که این بسیار مهم است که بیشتر و بیشتر این تعامل انجام بگیرد. دموکراسی برای ایالات متحده مهم است، اما همچنین راهی برای مردم است تا از امیدها و آرزوها و آرمانهای خود بگویند و از خواستهای خود سخن بگویند، و به این دلیل است که ما دموکراسی رو انتخاب کردیم به عنوان مفهومی که راهی برای زندگی است و راهی برای ابراز بودن خیش است، و نه تنها در عرصه سیاست بلکه در اصولاً عرصه زندگی مطرح است، و این مهم نیست که مردم ساکن ایالات متحده باشند یا هر جای دیگر جهان. شما سال گذشته این رقابت رو برگزار کردید، چه تجربه‌ای به دست آورده؟ آیا به اون اهدافی که در انتظارش بودید رسیدید؟ سال گذشته چگونه بود براتون؟ What we learned last year is that آنچه سال گذشته آموختیم آن بود که اشتیاقی شدید برای مردم جای جای جهان وجود دارد برای آنکه دیدگاه‌های خود را بیان کنند و آن را با دیگران در واقع در میان بگذارند، و صفحه فیسبوک ما بیش از 43,000 نفر در اون هستند، در حقیقت با هم تعامل دارند، با هم وارد گفتگو میشوند، حتی احتیاج به این نیست که ما خودمون به نوعی صحبت رو اداره بکنیم یا اصلا وارد گفتگو بشویم، چون مکالمه در سطح وسیع بین خود اعضایی که به هر حال آنلاین هستند و با هم ارتباط دارن از طریق فیسبوک، این مکالمه شکل میگیره و خیلی برای ما هم جالبه، و تمامی اینها باعث میشه که از فناوری روز استفاده بشود برای بیان و تقابل بیان اشتراک یا تقابل دیدگاه ها و افکار گوناگون، و به این ترتیب در واقع راهی دو سویه هست برای انجام این کار. شما اشاره کردید که چه تعداد ویدیو برای شما فرستاده شده و خب استقبال خیلی زیاد بوده، فکر میکنید که بیشتر از چه کشورهایی برای شما ویدیو فرستادند؟ آیا هیچ آمار مشخصی وجود داره که از چه قاره‌هایی بیشتر بوده؟ That's a good question. سوال خوبیه. از آنجا که مخاطبان شما ایرانی هستند، باید بگویم که در طی دو سال اخیر شمار و همینطور کیفیت فیلم هایی که از فیلمسازان ایرانی به دست ما رسیده واقعا چشمگیر بوده. Over the last 2 years we have received almost 100 videos from Iran alone. دو سال اخیر فقط بیش از 100 فیلم از داخل ایران به دست ما رسیده، و البته از ایرانیان کشورهای گوناگون جهان، حالا بعضی کشورهای دموکراتیک، بعضی کشورهای غیر دموکراتیک، مثلا اندونزی هم تعداد زیادی ویدیو برای ما فرستاده شده از اون کشور نیست. اما البته فکر میکنم مردم براشون مهم باشه، مخاطبان شما، که بدونند که چقدر کیفیت و سطح فیلم هایی که از ایران برای ما میرسه خوبه، و این برای ما جالبه.